اغلی اشمی دیوی خوانه کوشش وکړي انتخابات ونشي د پارلمان او ونشل بدبختانه پارلمان د بل خوانه لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته بس کو خدای نه خواسته داخل ته ننوته وي نو بیا په پارلمان نش حالت کې وي او هغه ځکه تاسو ډېر مهم مسایل ته اشاره وکړه امنیتی تفاملیک ته اشاره وکړه بیا به څوک نه وایي چې د دې پښتنو کې حکومت نه همدغسې نور قراردادونه نو پاکستان سره ارتباطات دي د سولې خبرې دي ډېر مهم موضوعات دي چې باید پارلمان ورته رسیدګي وکړي او کوششونه دغسې دي چې د پارلمان مخه ونیول شي اوس نو پارلمان که په دغه درکه وزی پوی پارلمان باید اوس څه وکړي دغه امنیتی تفاهم لیک دغه سیاسي وضعیت چې اوس دی او کم د سیو توتیا چې د پارلمان په وړاندې دي نو پارلمان وظیفه اوس څه ده چې باید څه وکړي ما فکر میکنم که پارلمان باید سر از امروز دیگه که ما امروز هم امیدوار بودم خو اما بازم با تاسف کوکار نشد پارلمان حالا باید مسائل قومی و سمتی و ازبی و مذهبی را کنار بگذاره یک وحدت نظر ار دو تیمی که مربوط دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر عبدالله هستند باید اینو یک وحدت نظر به خاطر افغانستان پیدا کنن به خاطر زنده ماندن خود تا این کار باید کنن ما امروز فکر کردم که شاید ما یک پارلمان افغانستان خانه ملت است باید ملی بیندیشن اما ما بازم دیدم که یک کمک سو خطا صورت گرفتن ما که براتون پیشتر گفتم برنامه عمله بالای پارلمان برنامه که تا مربوط حمله بر افغانستان است بله این مربوط آقای نبیل و وزیر داخله و وزیر دفاع دیگه نمیشه ما اینطور اطلاعات دارم که امون شب که جناب زکی صاحبان بودن بیانات دکتر صاحب اشرف غنی و چیزایی که به آقای نبیل میگفتن باور کنین که اینا خود به خود ما میگفتیم تو یک برنامه هست که حال آقای نبیل میخوان که از صحنه دور کنن و برنامه ما همه قسم طرح‌ریزی شده که باید چون نبیل بود کمی رازها را در کمیسیون امنیت داخلی در سه کمیسیون رازهای اصلی را تفاهم نامه اولین حرفی که با ما در میان گذاشت ما از او حرفای مهمش ما از خود زبان آقای نبیل شنیدیم پس این برنامه را ما فکر میکنم که یک صحنه سازی که حتی خب فی الحال چون یک برنامه کلان است اونا راجع به داعش هم صحبت کردن و بالاخره رئیس به جمهور مسائل دیگر در اون روز برشان گفت که بالاخره مجبور شد که آقای نبیل کلش قرد کنه گفت که تو اتو نکردی گفت بله صاحب گفت اتو نکردی گفت بله صاحب خب یک چیزی که بسیار مایه نگرانی است که رئیس به جمهور در قندهار گفت که تا زمانی که نبیل این تفاهم نامه را امضا نکنه این تفاهم نامه امضا شده محسوب نمیشه اما شما دیدیم که اسناد و شواهدی که برآمد در 24 ثور امضا شده و در 3 جوزا ما آقای نبیل ما در کمیسیون خواستیم که آقای اتمر هم خواستیم که اونا نمیفهمم که گفتن در افغانستان نیست خونه آمدن خب نگرانی از این است که ما از این به بعد اینطور سر 3 نهاد امنیتی باید فکر نکنیم که بگویم اگه وزیر داخله را ما پس کنیم اوضاع خوب میشه اگه بگویم آقای نبیل پس کنیم اوضاع خوب میشه مثلا برنامه آنقدر تکان دهنده است که اگر واقعا اگه پیش جنرالای وزارت دفاع داخله اگه بشینی باور کنین میگه که ما در تاریخ درمی تاریخ معاصر افغانستان درمی تاریخ افغانستان میگه ما اینا تو آلت ندیدیم که خود ما وقتی که صبح میخیزیم میبینیم که صحنه پاک شده برای داعش بیایه یا طالب بیایه او را بگیره برنامه این قسم برنامه است پس اگر ما خواهیم که ما حکومت امی برنامه های استخبارات دنیا را در این خانسا بسازیم یا جلوش را بگیریم باید ما یک چیز امکاری چیز نه که بسیار امکاری ها را امرای ریاست استخبارات خود کنیم امرای وزارت داخله کنیم درست است اشاره که آقای زکی کردن تعیینات غیر مسلکی امی تعیینات غیر مسلکی امروز هم شده در زمان وزیر سایبای گذشته هم قصه شده لازم نیست که بسیار جدی راجع به تفاهم‌نامه امنیتی راجع به قرارداد امنیتی که با امریکا شده تجدید نظر شده چی فایده یعنی پارلمان از حکومت پرسان کنه که قرارداد امنیتی که با امریکا کردیم برای ما چی فایده و این تفاهم‌نامه‌ای که با پاکستان صورت گرفته این دقیقا چی است و فایدهش برای ما چی است سرزی باید فایده ببینن ما یعنی سرزی فکر شد منسوخ شد لغو شد گفتن که
ما اتر چشم پات باور کنن به پیمان امنیتی رای دادیم که ما گفتیم که دیگه مثل ژاپن و عربستان دیگه ما هم همو قسم به صلح و ثبات و دیگه همو تو تعمیرهای مجلل و مردم ما با آرام و زندگی میکنن، اما اتر نه، وعده که در مواد تفاهم نامه داده بود امی پیمان امنیتی داده بودن که برای ثبات افغانستان، برای امنیت افغانستان کار میکنن، اونا کار نمیکنن، منافع خود در اینجا جستجو میکنن، زمین خود برشان دادیم، حریم فضایی خود دادیم، مالیه قطعا از اموال و اجنازشان نمیگیریم، اما اینا میفهمن که سلاحی که امروز امو سلاحی که در دست اردوی ملی ماست، امو از او سلاح کرده بهترش در دست طالب است. خب سر داعش هنوز آل یک پروژه نوست گپ نمیزنیم. و موضوع دیگه که ببینن چرا ایالات متحده امریکا در ماده 24 همی پیمان آمده، پیمان امنیتی که باید به خاطر که همی مواد همی پیمان تطبیق شوه یک کمیسیون دایر میشه که ما چون وزیر دفاع نداریم، وزیر جنگ باید در رأس اینمی کمیسیون باشم. این خود پلان ایالات متحده است. لطفاً وزیر جنگ نگوین، ما وزیر دفاع میگیم. خب امی وزیر دفاع، خب امی ایرانی ها چون وزیر جنگ میگن حالا دینجا کوشش میشه که خب متاسفانه که وزیر دفاع هم با تاسف که ما نداریم. این برنامه ریزی شده است که تو چرا رئیس امنیت میای رای میگیره، رئیس امنیت داری وزیر داخلی رای میگیره، وزیر دفاع را معرفی نمیکنه، در حالی که در امی در خط اول جنگ باید کی بجنگه؟ باید اردوی ملی بجنگه، اما امروز پلیس ملی بجنگه. برنامه جنگ کی تنظیم میکنه؟ خب از این خاطر وزیر جنگ میگم، برنامه جنگ و یا دفاع جنگ کی میکنه؟ وزیر دفاع میکنه. پس به همین خاطر این یک پلان برنامه دنیا هست، با تاسف که این برنامه دنیا هست، اما در اینجا ما باید آنقدر محتاطانه عمل کنیم که اگر ما بگویم که علومی پس شو، اگر بعد از علومی کس چهره که میایه دیگه این داعش دیگه در سمت شمال نمیره، نه این غلط است، داعش میره. اگر ما بگویم که رئیس امنیت دور سر کنیم، سر پلان کلانی که وجود داره باید سر ازو فکر شود، جلوی ازو گرفته شود. ما میگم که از این به بعد پارلمان اگر واقعا خانه ملت است ملی بیاندیشه. اگر ما امروز ما باور داشتم، اما امروز ما دیدم که دستی وقت امو ورق استیزا را جور کرده بودن، امضاء صورت گرفت، برنامه تر نیست، به خدا باید یکمک ام تو دیگه دقیق بیاندیشیم، ورنه این مسائل که تفاهم نامه و مسائل امضا جمع میشه به خاطر استیزا، امضا مثلا امو ساعت دستی امضا جمع شد که امضا شد امضا کردن. خب اگر دقیق تر برنامه را برای مردم افغانستان فکر کنیم، این یک پروژه کاملا بیرونی است. به طور مثال ما اون روز هم گفتم، حال هم میگم که ما با جهاد مردم افغانستان احترام دارم، پروژه مجاهدین ضیاءالحق پیش برد، پروژه طالبان بابر پیش برد، پروژه داعش چیز در دست پاکستان است، چیز در دست بعض چهره هایی که در هرگ هستن هست. این موضوع خیلی خطرناک است. چیزی یک قسمتش در دست پاکستان است، بله، و یک قسمتش در دست بعض چهره های داخل افغانستان است. بله. ما کوشش کنیم که سریع کار کنیم، این را افشا کنیم. اگر واقعا خانه ملت هستیم، اگر بگویم که نه بیا که نبیل و علومی را پس کنیم، در اینجا دیگه شمال آرام میشه، این کار نمیشه. بله جناب زکی صاحب، داعش در قسمت‌های شمال شرق افغانستان و شمال افغانستان گفته میشه که نفوذ کرده و اونجا مناطق را اشغال کردن. بحث داعش در قسمت شمال افغانستان هم زیاد مطرح است، دست به شدن ولسوالی‌ها و وضعیتی که در شمال قرار داره. گپی بسیار مهمی را گفتن، پروژه داعش، پروژه که نوال میخواد جای طالبان را بگیره، یک قسمتش به دست پاکستان و ایسای است و یک قسمتش به دست بعضی از چهره‌های داخل دولت. خب پاکستان و ایسای خود دشمن است، چیزی که میکنه میکنه او به شکل جدا باید سر ازو فکر شوه. کسایی که در داخل افغانستان همکاری میکنن و زمین سازی میکنن به خاطر نفوذ داعش باید چه صورت بگیرن؟ تشکر بسیار. بوگوماگوها و همچنان صداهای یک سال پیش دو سال پیش در این باره در شمال در افغانستان وجود داشت که وزیرستان را به شمال افغانستان تبدیل میکنه، یعنی شمال افغانستان باید وزیرستان شود، وزیرستان شود تا که آسیای مرکزی متاسفانه افغانستان شود. همی صداهایی که وجود داشت امروز به واقعیت تبدیل شد بدبختانه. اولین صدایی که جناب دکتر سی فاروق واردک وزیر سابقه معارف صدای خود را در میدیا کشیدن که 70 میلیون دلار پروژه را، این یک پروژه بود که قرارداد کرده بعض دوستان خود ارکس، این صدایی بود که خود جناب فاروق واردک واضح در تلویزیون ها گفتن.
اگر برادرایی که دی پروژه امضا نکرده مردانوار بیاین در مقابل تلویزیون های استاشا ایره رد کنه. چرا صدای خدا نمیکشه؟ یک، در اینجا امکان داره که امی امضا صورت گرفته باشه. ثانیاً شمال افغانستان و خصوصا ولایت بدخشان، قندوز، تخار، بغلان و همچنان فاریاب و سرپل و مزار در اینجا در طول یک سال میشه که امو موزیها و سنگرهایی که مجاهدین در مقابل روسها استفاده میکد در طول یک سال دو سال اینمینجا سرویش دا با توسط اینمی مردم و از امو راه ها میخواستن که اینا تکرار عملات خود را شروع کنن. اینم رای شاسلیم، رای بدخشان که می فعلان که جنگ جریان داره، اینمی آخرین راه مواصلاتی مجاهدین بود که در جریان اماشای مسعود اینمی را از رای شاسلیم، از رای توپخانه اینمی باز شد، از اینمینجا مجاهدین اکمال شد و اینمی را نتیجه بسیار خوب داد که مجاهدین در مقابل روسا از اینجا کامیاب هم شدن، اکمال هم شدن. فعلا عین پروژه را داعش طالبایی که یک تعدادش تقاعد کرده با نام صلح میگرده فعلا حوصله جنگ نداره، سیاسی شدن و جنگیاش هم مگه رفته قد داعش یک جا شده نامش تغییر داده با نام پروسه صلح. تقاعدی ها را اینجا آورده امتیاز میده و جنگی ها را میبرن. تقاعدی ها را آوردن به نام پروسه صلح، بله، و جنگیاش با داعش رفت کردن با نام داعش. این حال این از این مسیر اینا فعلا در مقابل مردم افغانستان از این مسیر که میدونم مجاهدین سابق هم همکار هستم رایشان نخیر مجاهدین همکار نیست. مجاهدین در طول دهی 15 سال 20 سال در مقابل داعش طالب جنگیدن و هیچ امکان نداره که مجاهدین قطازان همکار شد داخل است. و کسایی که در این ماه مبارک رمضان ما من هیش مسلمان در آیت قرآن کریم در حدیث مبارک شریف ماه مبارک رمضان یک ماهی صلح است، یک ماهی اخوت است، یک ماهی برادری است. داعش طالبی که شعار از اسلام میتن چطور در مقابل اسلام، در مقابل حدیث، در مقابل آیه مبارک حرکت میکنن؟ مجاهدین همین جمله را نفوذ پیدا کردن در شمال سرخ میبخشن. همین جمله را خلاص کنیم، مجاهدین هیچ وقت همکاری دشمنای اسلام و دشمنای افغانستان نیست. یک، دوم، چطور در بین مردم شمال و شمال شرق اینا نفوذ پیدا کردن میگین؟ یگانه علتش ظلم و ستم و بی‌عدالتی و حرکت نامشروع دولت مرکزی است که کسای منفورترین آدم بوده او را برده روان کرده اونجا تعیین کرده در راس مردم با نام ولسوال، با نام قاضی، با نام سرانوال، با نام قماندان امنیه. اینا انواع ظلمی که آل وقت ندار ما بر شما یادآور شوم، اختطاف، توهین، تحقیر توسط از اینا به اوج رسیده که کسای شخصیت های با نفوذ بوده، شخص اینمال والی نامنهاد طالبا یک کسی بود که چندین بار دمی دولت مراجعه کرد، مشکل داشت در مقابل از توتیه بود، دستسه بود، در هر اداره اکراف کسی نشونید، مجبور شد رفت در کور رفت در اونجا بارم خطازون یک جاشتون. یعنی برخورد نامناسب غیر عادلانه، ظلمی که توسط از اینا صورت گرفت، مردم مجبور شد اونجا رفت. یک، دوم، در این ماه مبارک رمضان ولسوالی های ما یک یک تا سقوط میکنه و مردم ما کاملا در یک تشویش، در یک تهدید زندگی میکنن. ما بارها ایره با ادارات مربوطه خصوصا ادارات امنیتی میرسانیم، قبول کنین گازی گوش میداره از گوش میبره. من میخواستم این پرسن کنم قبلا هم شما متاسفانه اینا به خاطر ازی دی پست نه اومده که افغانستان نجات بده، توسط باداراش در اینجا تعیین شده هر فرمانی که او میته او را میکنه. این مشکل مردم افغانستان تو برش بگی در قندوز هزارها مسلمان ما، هزارها اطفال در ماه مبارک رمضان در تشویش، در مهاجرت، یک ایتا فامیل هست که خانومش در خانه مانده، شوهرش در دیگه ولایت رفته، اولاداش در کوچه مانده، گریان میکنه که صدای از رو نمیشنوه. برازی آل جانبا بگی یک قسم روش خندی میکنه. برازی نه هیچ اهمیت نداره این موضوعی که مردم افغانستان در اینجا امنیت بیا، در اینجا ثبات بیا. به اینا مهم همیست که
بادارش چی هدایت میته؟ انتظار امیر داره که فلانی دوزده بادارش بر جدیت بده که رده فلانجا قماندان امنیت این گوه. ما یک قضیه را براتون میگم، یک شخصی که ده اختطاف انجام داده، چهار دانه قتل انجام داده. چهار ماه پیش ما اینمی اسناد ده اختطاف زیره با چهار قتلش با خود وزیر صاحب داخله برده داده، ما گفتم اینی بررسی کنیم قضیه را، ما آوردیم با اسناد به اینی تاریخ. اگر ادعای ما ناحق است در امی ولسوالی چهار قتل و ده اختطاف صورت نگرفته، اینمی را بررسی که باز یک هفته برای ما بود که وکیل صاحب دیگه توهین نکو به کسی، من حیث وکیل از وظیفه شخصی استفاده نکو، بررسی غیر مسئولانه که مخالص شوه. این را برش برده دادیم، گفت می نمیره بررسی که اگر واقعیت داره یادم باید بندی شوه، یادم باید در قانون سپرده شوه. متاسفانه بعد از دو ماه این اسناد میبره پیش یک تن از دکتر صاحبا که این تک قضیه این تک واقعیت وجود داره چی میگی؟ او میگه او بسیار خوب بسیار خوب دوست مشهور بوده، در ولسوالی ده اختطاف کرده، چهار قتل کرده. این را تعیین که در ولایت من حیث مدیر جنایی مجرم و جنایتکار مدیر جنایی تعیین کرده. ما برش رفتیم وزیر گفتم او وزیر سی محترم، ما خب برای تو دو ماه پیش اسناد بردم، تا وقت تعیینات از این نبود. ما گفتم میره بررسی کو بجای ایره تو خود قانون بسپاره، ایره باید محاکمه کنی، تو ایره خود مدیر جنایی تعیین کرده. واسطه اثرش فشار آورد سر وزیر داخله، کاغذ کشت یعنی حکم رئیس اجرایه، حکمی که به هیچ قانون ارتباط نداره. قماندان تعیین میشه، قماندان ولایت یکی از کارمانده عالی رتبه وزارت داخله تعیین میشه، پروسترش همیست که وزارت پیشنهاد میکنه برای جمهور، رئیس جمهور حکم میده. اما اینجا نه پیشنهاد وزارت است، نه وزیر گفته، رئیس اجرایی من حیث وزیر اعظم خودش هم گفته، صدر اعظم افغانستان حکم داده فلانی ولد فلانی من حیث مدیر جنایی ولایت تعیین شود. وزیر داخله را میگم تو چرا ایت که میگه زور ما نمیرسه، ما را تعیین کرده، ما مجبور هستم، دوست برای ما پیشنهاد میکنه، قاتل پیشنهاد میکنه، ما مجبور هستم تعیین کنم. میگه و امروز در تخار بدخشان اینمی حرکت ها مسلح غیر مسئول، زورمندی، ظلم و ستم، بیعدالتی، توهین، تحقیر به اوجش رسیده که امروز دایش هم آمده، ناامنی امروز درست. مردم ما را به حالت رسانده، متاسفانه همگی از این حالت در یک تشویش هستند. گران روزی مکا زکی صاحب در افغانستان فاجعه یو مشت نمونه خروار پر دیر خشکل تشریه که یو نفر چه لس اختطاف کری قتلونه کری آقا در اجرای ریاست پامر بنده جنای مدیر مقرریگی داغن چماکی مشی نو وس دغه خبره ته باید هم وزیر د داخله هم اجرایه ریاست هم امر جمهور جواب ورکی چې ولې دغه څه کیږي. خوخو کیسه د خبره ته خو بس خبري زمون خبر څو غوري چې جواب بلا ورته ورکی ان شاء الله اوري خو مسولیت دې جواب باید ورکی د خبره ته جواب ورکی کنه خو یو څه مده مخکې د افغانستان رئیس جمهور ویل کېدل چې پاکستان ته خط لګل او په هغه کې یو درې هفته ورته مهلت ورکړی چې دغه سې دي دغه سې دي او د ده که ځواب در نه کړو بیا درې هفتې خو پوره شللې د هغه ځواب خو ولس د قندز کې ولسوالیګانې سقوط کوي، په جنوب کې تاسو وضعیت تشریح که په پارلمان باندې حمله کېږي، همدغسې حمله چې د آیسای د خوا د ملاتړ شوو ډلو په هند کې هم کړی وو، د هند په پارلمان همدغسې یو بریچ و د آیسای او د دوی دغه طرفداران د دې تجربه لري. نو دا خو ښکاره ځواب دی دغې لیک. نو اوس رئیس جمهور ته حد اقل څه پکار دي دغه خبره چې خلکو ته کړې وه چې موږ دغسې یو لیک لیږل شوی دی، نو د هغې لیک ځواب څه شو او که ځواب یې نشته د دې ځواب بد څه؟ جالب دا دی چې هغه لیک رسمي پاکستان حکومت وزارت خارجه هم رد کړي او یو ورځپاڼه اعلان وکړي چې دا لیک راغل دی او کابل کې هم ګنګسې یو څه وویل سو، داسې معلومېدی چې دا لیک داسې مبهم دی، تر پایه پورې رسمیات یې نه سو معلوم چې آیا رښتیا پاکستان ته استول شوی دی که یا. او وروسته بیا ګنګسې د پاکستانیانو دا و چې یو ماده یې موږ منو، یو ماده یې موږ منو، مبهم دی ویل کېږي، نه چې امضا شوی دی نه
خلکو د قدی ول موږ وسره شرایط کې دغه ورسته د حکومت ګډ حکومت نه یو بل نظام رامنځته سو چې په خو درشان علنی او اوس پټیږي او د پټیدونه ورسته غلط بیا تعبیرو سره هغه زینتونه د ملت هم خرابېږي او اتفاق هم خرابېږي موږ درې شي ډیر اومده مشکل لرو دا فرون ځوان عیسی خان چې دغه ترګری وشتل او غشتل توب کړو هغه دوه کلمې ول چې ډیر ماته علمي وو یو فلسفانه خبرې وي یو عادي اسکر چې هغه شاید بسوادم وي ډیر د خبر نه داس معلومه دي هغه یو ول چې اتفاق وکي مشرانو ته ول چې اتفاق وکي یعنی ګډ حکومت یو خواهش وکي چې اتفاق وي دوه ول چې هر دشمن چې ګیروي ولای محکمه ته ما بس ته مراوري چې دا دواړه خبرې د یعنی دغه عسكر خبرې زه د ډیر لوی تاییدوم په اوسنۍ شرایط کې دغه مشکل د جناب زواک صاحب چې واستور فوزونه خپل یا خو دی و چې دالک ما نو لیکله دا خبره دروغ و او اثر اثر پای پوری د ریاست جمهوریت مطبوعات او ویاندان دا د لیک په باره کې اټس نه دی ویل نه دی ویلي او اټس دا رسمي شکل نه دی پیدا کړی اما د ګنګسي او نه ما داس مالو دي چې شاید ملت آرام کړي چې ملت ډیر تشويش درلود هغه به آرام سوي دا یو موضوع نه لګل دا زمې منو چې د لیک نه دی لګل د باره کې مخکې مشک موجود و که دا لیک نام لیکلی تا خو تفاهم لیک امضا که په دې امید چې سوله درته راولي حداقل په ښکاره خو دا دلیل ویل کېږي نو اوس خو پښتنه وکړه پاکستان نه چې سوله دې زما کومه ده مسلسل برجونه متاسفانه طالبانو مسؤلیت منلی دی متاسفانه متاسفانه پروژه چې موږ مخکې ویل چې پروژه دی پروژه داسې چې هغه څوک چې موږ ته اشاره کوي هغه څوک چې پیسې راکوي یعنی یال متحده ایالات هغه په موږ باندې فشار راولي او د انګلیس په ذریعه د پروګرامونو مخته کیږي او ولسمشرم زه په دې باندې فکر کوم چې هغه اوس ناچاره دی چې څه وکړي ځکه چې هغه پروګرام ورته ورکول کیږي چې تطبیق کړي او دا تطبیقیږي یو عمده او اساسي موضوع چې باید سړی باید دلته څرګند کړي او ولس پوسی زموږ وسلوال فوزونه په وصف چې نواقص موجود دي پکې اما ډیر غشتلې وسلوال فوز دي یعنی یو لاس دی امکانات د دې لري چې دفاع وکړي کای خراب نه کی خو قدم د خرابې دی روان پوز د دې امکانات لري دغه چې د افغانستان دفاع وکړي د افغانستان اردین دفاع وکړي او که خراب نکړي او درې درې له درته وایم په وزارت دفاع هغه قصه چې دلته وزارت هغه رئیس د کمیسیون کې په قرارداد کې راغلی چې باید رئیس وزیر دفاع رئیس د کمیسیون مشترک وي دغه لپاره تر اوسه پورې وزیر دفاع نه دی پیدا شوی چې هغه مشترک کمیسیون جوړ شي ګوري وزارت دفاع ته کریمی صاحب نوماند کی کریمی صاحب ناکام کی په پارلمان کې ورسته د هغه د معلومی د وکیلان معلومال وکیلان کمپاین کړو چې ناکام سي دوهم لودین صاحب یو تکړه غشتل او قوي صاحب منصب وو بایست یو شو منظم نور افکار د شان څه کوي منظم عسكر منصب هغه 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 په بل شکل باندې انصراف ته برابر کی اوس یو څوک چې غیر معرب دی که موږ په جنگ کې قرار لرو یو معرب سړی باید وزیر دفاع چې جنگ برابر کی که وزارت دفاع ملکی کادر تر اغل دی ښه خبره ده یو قوي ملکی یو ډیر مدیر ملکی واستوي چې هغه مدیریت وکي شاغل استرغزای په شورای عالی سولې څه وکړه استاد ربانی د دد لاس شهید شو او داس د دد لاس 300 میلیون ډالر مصرف کی د سولې لپاره څه وسو یي نتایج نه لري او د بیا راځي وزیر دفاع کیږي دا ډیر مشکل خبره ده بل دوهم ټکی چې په د دوه افتو کې څه ودی وزارت دفاع نیم وزارت داخلي نیمه وزارت داخلي ملکی کی کادر ملکی کی معاونیت تامیناتی اداري دای ټول کادر ملکی کی یو ملکی سړی د پارلمان د دارالنشانه په نوم د مرتضی رحیمی راغی موین د وزارت داخلي سو او وزارت داخله په داسې حال کې چې معاربه روان وي یو ملکی سړی نس کول چې څوک اداري لوجستیکو کی تاسو ګوره په جنگ کې قوی ترین عقب جبهه لوجستیک دی تا ته چې آشا البسه مهمات او روغنیات ونه رسید جنگ ناکام دی خو دغه لپاره اوسنۍ اجیر افراد چې په خو په وزارت داخله کې مامورین اجیر او هغه راغی ټول رئیسان قرارګاه دی لوجستیکس یعنی دا خپل یو توتیه دی زمور د نظام فوز وسلوال فوزول په واقعتا درته وایم چې او وسلوال فوزونه خپل توان لري بل د ملي امنیت لپاره ګوري ملي امنیت ډیر قوي وو ملي امنیت د لاس دغه د نبیل د لاس پاکستان بریدی دا اوس بریدی اما ولی داس یو توتیه اوسو 15 معاونینه
پنځه کسان راځي شه یو ډاکټر عارف شاهجان چې مخکې ماموریت کړی دی په امنیت ملي کې رئیس دی یو اداره پات سوی دی نور ټول څوک راځي چې په الف با باندې استخبارات نه دی بلد آیا تر څو چې دی بلدی دی بلد کې دا خپل اوس رئیس خو نشي کولی چې ټول استقامتونه اپراتیوي استقامت څوک اداره اطرافي او اول ماموریت چې اداري مسولیتونه لري دا ټول کار خو یو څوک نشي کولی نو بلد سړی ټول راغل دی د بل ځای نه شه بیگ صاحب شه تکړه سړی دی ورګانای مالیکی اما هغه په امنیت کې کار نس کولای ویان صاحب چې رئیس جمهور ویان دو په ویان دي کې ملک څه کړی چې په هغه کې ډېر خبري نس وکولای او راغې معاون او پرتفي معاون پالیسی ستراتیژي چې هغه هدف جوړي او په هغه د چا په ځای مقرري یا ما کرځي هغه جنرال چې په دغه استخبارات کې درس ویل دي هغه لیکر دی راځي اسلام الدین خان و 15م کال نه ما سره په وزارت دفاع کې د کشف او استخبارات په ادارت کار کوي یعنی قوی کادر و هغه لیکي او دغه په ځای داسې فهم صاحب راځي یعنی ادیب فهم ډیر تکړه الکتی وزارت خارجه لپاره ډیپلوماټ لپاره یو ښه سیاستمدار دی امه نس کدی ولی چې د امنیت کارمند یعنی په دې اساس سره په مجبو کې درې ورګانونه زموږ د یو توتی سره بواجی دي او خدای مکړه زموږ وسلوال فوزونه تکړه دي دفاع کولای سي دفاع کولای سي بیا وایم چې ام دایښ ولای سي ام طالب ولای سي دغه سر لنی جنگ چې ناکام کی نورم کولای سي اما چې خراب نسی اما څو خدای چې خراب اوس ګوره وزارت دفاع مهم دی وزارت دفاع لوی درسیز هم ګوره چې ملکی سړی دی لوی درسیز د ترکانر بلکی ارکانر نه دی یو ملکی سړی دی د وزارت دفاع نیم جنرالان تقاوت تسوخو څو خدای د وزارت دفاع ټول ګډوډ سوی ډیر ډیر مننه کوم مدان سلامات سي ګرانډ لیدونکو تاسو نام مننه تر سپورې موږ سره وایي تاسو کې واسپورې زاسپور الله مو مرشه